زن 66 ساله‌ای که فرزندی به دنیا می آورد و دکترها به راز عجیبی پی می برند. سلام دوستان. سایمان در 66 سالگی یه فاجعه است و در حالی که به نظر می رسید همه چیز برای کارن کانلی در ابتدا خوب پیش رفته، اما اوضاع بر وفق مراد پیش نرفت. یه جای کار می لنگید و وقتی پزشکان متوجه شدند که این مسئله چیه، بلافاصله کارنو به بیمارستان برگردوندن. اونا فقط امیدوار بودن که خیلی دیر نشده باشه. وقتی کارن بالاخره موفق شد نوزادش رو به دنیا بیاره، اونا همسرش احساس می‌کردن که تمام سختی‌هاشون رو پشت سر گذاشتن. شاید اونا پیر بودن، اما اونا والدین جدید این پسر کوچولوی زیبا بودن. اما چیزی که هنوز نمی‌دونستن این بود که وقتی پزشکان آزمایشات بیشتری روی کارن و نوزاد انجام دادن، به این نتیجه میرسن که قبل از هر تصمیم گیری باید 3 بار آزمایشات رو تکرار کنن تا مطمئن بشن. وقتی پزشکان خبر رو به کارن و جورج میرسونن، اونها کاری جز گریه از دستشون بر نمیاد. اما پزشکان چه چیزی رو کشف میکنن و چگونه این زن 66 ساله در وهله اول تونسته باردار بشه؟ قبل از شروع دکمه ی لایک زده و در کانال ما عضو بشید. وقتی پزشکان باردار بودن زن 66 ساله را تایید کردند، شوکه شدند. اونا مدام از خود می‌پرسیدند که چطور ممکنه زنی مسن مانند کارن بتونه نوزادی رو در شکم خودش حمل کنه. نه تنها دکتر، بلکه دستیارش هم از این خبر متعجب شده بود. کارن در بیمارستان بود تا از احساس خستگی و حالت تهوعش شکایت کنه. فکرش این بود که شاید به ویروس یا چیزی شبیه این آلوده شده. اما وقتی پزشکان تایید کردند که اون حامله یک کودک، شوک بزرگی به اون وارد شد. نتیجه آزمایش نشون داد که اون 4 ماهه بارداره. کارن اذعان کرد که اخیراً متوجه افزایش وزنش شده، اما زیاد به اون فکر نکرده، چون اضافه وزن خودش رو به بازنشستگیش نسبت میداد. چون اون دیگه سر کار نمی رفت، بیشتر توی خونه بوده و استراحت می کرده و خوب غذا می خورده. حتی اگه بارداری برای زنی در سن کارن غیر ممکن نبوده باشه، این اتفاقی نادره. بعد از اینکه دکترها از شوک این خبر خارج شدن، سعی کردن روی چیز مهمتری تمرکز کنند. توجه و نگرانی کادر پزشکی برای اطمینان از سلامت مادر و نوزاد بود. کادر پزشکی بیمارستان تصمیم گرفتن تا بررسی‌های بیشتری رو برای مراقبت از سلامت و رشد جنین انجام بدن. بعد از یک بررسی گسترده، اونا متوجه شدن که حال مادر و نوزاد خوبه. این نتیجه گیری خیال اونا رو راحت کرد، اما اونا نمیخواستن هیچ ریسکی رو بپذیرن. بنابراین تصمیم گرفتن اقدامات بیشتری انجام بدن. پزشکان به کارن دستور دادن که تا زمانی که نوزاد به دنیا بیاد، هر چند ماه یک بار باید در بیمارستان بستری بشه. اونها بر تعهد خود برای اطمینان از سلامتی اون و نوزاد تاکید کردن، اما نمیدونستن چه چیزی در انتظار اونهاست. از اونجایی که اون توی افکار خودش غرق بود، توجه زیادی به صحبت‌های دکتر نکرد. کارن در حالی که از بیمارستان به خونش می‌رفت، غرق در تفکر عمیقی بود. به همون اندازه که این خبر اونو شگفت زده کرده بود، در مورد اون شک زیادی داشت. اون در این فکر بود که یا هنوز قدرت کافی برای حمل و به دنیا آوردن یک کودک داره یا نه. برای کارن خیلی عجیب بود که جورج اونطور که انتظار داشت از شنیدن خبر شوکه نشد. جورج خیلی دوست داشت تا دوباره پدر شدن رو تجربه کنه، اما رفتارش اینو نشون نمیداد. بعد از تفکر و تأمل، سرانجام کارن تصمیم گرفت که کودک رو نگه داره. پس از گرفتن تصمیم، کارن عزمش رو جزم کرد تا تمام سختی‌های بارداری رو تحمل کنه. با گذشت چند ماه، تاریخ زایمان به تدریج نزدیک‌تر می‌شد. این بارداری برای بدن کارن خیلی سخت‌تر از سایر فرزنداش بود.
برخی از روزها بیرون اومدن از تخت کار سختی بود. از اونجایی که جورج مرد خوبی بود، همیشه تلاش میکرد تا مطمئن بشه همسرش تا حد امکان راحت باشه. دقیقاً 3 هفته مونده به زایمان کارن، اون دچار درد شدیدی شد. اون چنان احساس درد کرد که جورج چاره ای جز بردن اون به بیمارستان نداشت. فکر میکرد که بهتر اون تحت نظارت پرسنل پزشکی باشه. با رسیدن به بیمارستان، با توجه به وضعیت بحرانی که زن بیچاره در اون بود، به سرعت توسط پزشک معاینه شد. مدت کوتاهی بعد از بستری، پزشک متوجه درد بیشتر کارن شد. بلافاصله تصمیم گرفتن اونو سزارین کنن. اما بعد از اون متوجه شدن که نیازی به سزارین نیست. چند دقیقه بعد، کارن به روش طبیعی زایمان انجام داد. انجام این کار برای اون اصلا آسون نبود، اما پزشکان سعی کردن در طول فرایند علائم حیاتی اونو ثابت نگه دارن. خوشبختانه اونو نوزاد موفق شدن. پزشکان همه از این وضعیت خوشحال بودن. اونا نمی دونستن که چه چیزی در انتظار اونهاست. کارن و نوزاد مجبور شدن حدود 1 هفته دیگه در بیمارستان بمونن تا بهبود پیدا کنن. جورج هم تمام مدت اونجا بود. اما علی‌رغم حضورش در اونجا، به نظر می رسید که حواسش جای دیگه ایه. حضور اون در بیمارستان بعد از زایمان هیچ تأثیر به خصوصی بر روی مادر نداشت. کارن سعی کرد با جورج صحبت کنه، اما به نظر نمی رسید که جورج تمایلی نشون بده. اون ایده هایی رو مطرح کرد که چطور می تونن پسر بچهشون رو بزرگ کنن و اون درباره اینکه دوباره پدر و مادر بشه چه احساسی داره. اما جورج اصلاً علاقه‌ای به شرکت در این بحث نداشت. کارن اذیت می‌شد و می‌ترسید. مشکل جورج چی بود؟ اونا به خونه رسیدن و فرزندان و خانواده اونا قبلاً اونجا بودن تا تولد نوزاد جدید و جشن بگیرن و به کارن و جورج تبریک بگن. اما جورج همچنان عجیب رفتار می‌کرد. خانواده عاشق کودک شدن و کارن خیلی خوشحال بود، اما به نظر می رسید برای جورج مهم نبود. این رفتار هرچی بیشتر می گذشت بدتر می شد. کارن می خواست این موضوع با جورج در میون بذاره، اما نمی تونست. اون در ماه های گذشته خوب بود، اما اکنون به نظر می رسید سرد شده. چه اتفاقی برای اون افتاده بود؟ آیا اون چیزی رو می دونست که کارن از اون بی خبر بود؟ این مسئله چی می تونست باشه؟ در همون زمان که کارن در خونه نگران جورج بود، پرسنل بیمارستان نگران چیز دیگه ای بودن. اونها همون روز صبح کارن رو به خونه فرستاده بودن. اون در سلامت کامل بود و هیچ مشکلی در مورد اون یا نوزاد وجود نداشت. اما اکنون که اونا به نتایج آزمایش نگاه می کردن، می تونستن که باید سریع‌تر اونا رو برگردونن. نتیجه برخی آزمایشات پس از خروج کارن هنوز نرسیده بودند. بیمارستان به اونها اطمینان داده بود که نتایج آزمایش عادی خواهد بود. وقتی اون و بچه بیمارستان رو ترک کردن سالم بودند. بعد از 3 بار تکرار آزمایش ها، اونا متوجه شدن که باید کارن و خانوادش رو به بیمارستان برگردونن و تصمیم گرفتن با کارن و جورج تماس بگیرن. این چیزی بود که اونا باید شخصاً در مورد اون صحبت می‌کردن. اما چه خبر تکان دهنده‌ای بود؟ تلفن زنگ خورد. کارن به اون پاسخ داد چون انتظار داشت که یکی دیگه از اعضای خانواده باشه که برای تبریک تماس گرفته. اما خانواده نبود. چیزی بسیار ترسناک‌تر بود. زمانی که اون گوشی رو برداشت و فهمید که از طرف بیمارستانه، فهمید مشکلی وجود داره. بیمارستان به این زودی برای معاینه تماس نمی گرفت. اونا تازه به خونه رسیده بودن و جورج فهمید که تماس از طرف بیمارستان و خشکش زد. انتظار این تماس رو داشت. به کارن گفته شد که اون و جورج و کودکشون باید صبح زود به بیمارستان برگردن. اونا به کارن گفتن که در نتایج آزمایش های متعددی که انجام دادن چیز نگران کننده ای پیدا کردن. کارن احساس شکستگی کرد.
اونا از طریق تلفن به اون نگفتن که چه چیزی رخ داده. اما جورج اونطور که انتظار می رفت واکنش نشون نداد و شوکه نبود. جورج به کارن گفت که فکر می کنه بدون موضوع چیه. اون نمی خواست قبل از شنیدن نتایجشون رو مطرح کنه که این کارنو بیشتر نگران کرد. از نظر اون این مخفی کاری عادلانه نبود و این فکر تمام شب ذهن اونو به خودش مشغول کرده بود. اون دعا کرد که هیچ چیز وحشتناکی در نتایج وجود نداشته باشه. اما همچین چیزی بعید بود. وقتی به مطب رسیدن، اونقدر عصبی بود که نمیتونست بچه رو در آغوش بگیره. جورج بچه رو گرفت و به کارن گفت که آروم باشه. دکتر ناراحت به نظر میرسید. اون عصبی بود و به وضوح نمیخواست اخبار رو ارائه بده. پزشکان با صحبت در مورد آزمایشات شروع کردن. در حالی که دکتر سعی داشت آزمایشات رو توضیح بده، به کارن اطمینان داد که اون و نوزاد هر دو سالم هستن و نیازی نیست در مورد اون نگران باشه. مشکل در واقع جورج بود. جورج سرتکون داد و به نظر می رسید که دقیقاً می دونه دکتر درباره چی صحبت می کنه. آزمایش های دی ان ای بارها ثابت کرده بودن که جورج پدر بچه نیست. دی ان ای اون با نوزادی که پسر فرضی اون بود مطابقت نداشت. کارن فوراً فهمید که چه اتفاقی افتاده و می دونست که دنیاش در شرف وارونه شدنه. کارن سعی کرد گریه نکنه. اما وقتی به چهره شوهرش نگاه کرد، مشخص شد که اون مدتی از رابطه اون با خبر بود و حتی قبل از تولد بچه هم اینو می دونست. اون بلافاصله شک کرد که بچه مال اون نیست. اما می دونست که وجود کودک کارنو خوشحال می کنه. بنابراین چیزی نگفت. اما این همه چیز نبود. جورج در تمام دوران بارداری کارنو دوست داشت و با اون مهربون بود. اون هنوز امیدوار بود که کودک برای اون باشه. اون مطمئناً فکر میکرد که کارن نمیتونه با مرد دیگه‌ای به اون خیانت کرده باشه. اما وقتی بچه به دنیا اومد، فهمید که اون پدرش نیست. حسی که در تمام این مدت بهش گوشزد میکرد و اون مطمئن شده بود که حدسش درست بوده. اما به هر حال جورج در تمام این مدت داشته روی خودش کار میکرده و با این موضوع کنار اومده بود. اون انقدر عاشق کارن بود که تصمیم گرفته بود حتی با وجود خیانتش باز هم عاشق اون و خانوادش بمونه. این بود از داستان امروز ما. یادتون باشه حتما نظرات خودتون رو در بخش کامنت با ما به اشتراک بذارید. از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا درودی دیگر، بدرود.